گفتگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در پی دستور ارتش اسرائیل برای تخلیه رفح. کاخ سفید اعلام کرد که در پی دستور ارتش اسرائیل برای تخلیه حدود 100 هزار نفر از ساکنان شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه، جو بایدن با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری های بین المللی روز دوشنبه 17 اردیبهشت به نقل از یک سخنگوی شورای امنیتی ملی کاخ سفید نوشتند: ما نمی توانیم به جای ارتش اسرائیل صحبت کنیم. دیدگاه خود را به شکل واضح درباره تهاجم زمینی گسترده به رفح به اطلاع دولت اسرائیل رسانده ایم و رئیس جمهور آمریکا امروز با نخست وزیر اسرائیل صحبت خواهد کرد. او همچنین یادآوری کرد ادامه مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس برای رسیدن به آتش بس در جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بهترین راه برای جلوگیری از حمله به رفح است. رسانه‌ها اعلام کردند آغاز تلاش برای تخلیه ساکنان نشان می‌دهد که تهاجم زمینی اسرائیل به رفح قریب الوقوع است. در این میان ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که برنامه‌های مربوط به رفح یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. برنامه تخلیه غیر نظامیان اکنون بر روی چند منطقه حاشیه‌ای رفح متمرکز شده و تخلیه شدگان از آنجا به اردوگاه‌های چادری در خان یونس و المواسی برده می‌شوند. برخی تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ساکنان غیر نظامی قسمت شرقی رفح حرکت برای ترک این منطقه را آغاز کردند. از سوی دیگر جوزف بول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دستور اسرائیل برای تخلیه بخشی از رفح را غیر قابل قبول دانست. او در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که این اقدام اسرائیل حاکی از بدترین اتفاق یعنی جنگ و قحطی بیشتر است و از اسرائیل خواست فکر حمله به رفح را کنار بگذارد. وزارت امور خارجه مصر نیز در بیانیه‌ای به اسرائیل هشدار داد آغاز عملیات نظامی در رفح خطرات انسانی جدی به همراه خواهد داشت و از مقام‌های اسرائیلی خواست بالاترین حد خویشتنداری را نشان دهند. وزارت خارجه فرانسه نیز در واکنش به صدور دستور اسرائیل یادآوری کرد که جابجا کردن اجباری جمعیت غیر نظامی بر اساس قوانین بین المللی موجب جنایت جنگی می شود. وزیر امور خارجه اردن نیز درباره قتل عام فلسطینی ها بر اثر حمله احتمالی اسرائیل به غزه هشدار داد و وقوع آن را لکه ننگ برای جامعه بین المللی خواند. از سوی دیگر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای از دولت آمریکا خواست بلافاصله مداخله کند تا از وقوع قتل عام ناشی از حمله گسترده اسرائیل به رفح جلوگیری شود. گروه حماس با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که گردان‌های القسام آماده دفاع از رفح در برابر حمله اسرائیل است. این گروه همچنین هشدار داد حمله ارتش اسرائیل به رفح به معنای نادیده گرفتن سرنوشت گروگان‌های اسیر در نوار غزه است. مقام‌های اسرائیلی بارها گفتند حمله به رفح برای نابودی واحدهای نظامی باقی‌مانده حماس در نوار غزه ضروری است.